معرفی برترین فیلم‌های کمدی ایرانی. سلام، امروز با یه ویدئوی دیگه از کانال فکتاب در خدمتتون هستیم. آیا شما هم جزو طرفدارای فیلم‌های کمدی هستین؟ آیا ترجیح میدین چند ساعتی از اوقات فراغت خودتون رو با دیدن فیلم‌های کمدی و خوشی و خنده سپری کنین؟ ما در این ویدئو می‌خوایم شما رو با 6 تا از بهترین فیلم‌های کمدی ایرانی آشنا کنیم. اگه دوست داریم بدونین کدوم فیلم ها جزو بهترین های کمدی سینمای ایرانن، ما رو تا آخر این ویدئو همراهی کنین. برای اینکه بتونین ویدئوهای جذاب ما رو ببینین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و برای اینکه از زمان انتشار ویدئوهای ما مطلع بشین، زنگوله رو لمس کنین. اولین فیلم کمدی که در این ویدئو میخوایم بهتون معرفی کنیم فیلم مارمولکه، که به کارگردانی کمال تبریزی، تهیه کنندگی منوچهر محمدی و نویسندگی پیمان قاسمخانی و با بازی پرویز پرستویی یکی از بهترین فیلم های کمدی ایران در دهه 80. در این فیلم زندگی یه خلافکار سابقه دار که برای فرار از زندان لباس روحانیت میپوشه به تصویر کشیده میشه. اما همه چیز اونطوری که این خلافکار انتظار داره پیش نمیره و واقعا باید به عنوان یه روحانی در بین مردم ظاهر بشه. فکرشو بکنین، یه خلافکار باید به عنوان یه روحانی ظاهر بشه. در طرف مقابل رئیس زندانو داریم که خیلی هم سختگیر و معتقده خلافکارا باید فکر خلاف و از سرشون بیرون بیارن. در واقع تقابل همین دوتا شخصیت با بازی پرویز پرستویی و بهرام ابراهیمی خنده رو به لب مخاطب میاره. این فیلمو به یکی از برترین کمدی‌های ایران تبدیل میکنه. دومین فیلم مطرب. یکی دیگه از بهترین فیلم‌های کمدی ایرانی فیلم مطربه، که به کارگردانی مصطفی کیایی در پاییز و زمستون 98 روی پرده رفت. علاوه بر این که پرفروشترین فیلم سال شد، تونست پرفروشترین فیلم کل تاریخ سینمای ایران هم بشه. قصه این فیلم درباره یه خواننده کوچه بازاریه که انقلاب اسلامی باعث شده دیگه نتونه به خوانندگیش ادامه بده. اما حالا بعد از این همه سال، دختر این خواننده کابارهی که الناز شاکردوست به زیبایی نقش اونو بازی میکنه، قرار پدرش رو به ترکیه ببره تا توی یه کنسرت روی صحنه بره و برای مردم بخونه. در این بین کلی ماجرا برای خواننده قصه که پرویز پرستویی به خوبی اونو ایفا کرده پیش میاد که میتونه بیننده رو حسابی سرگرم کنه و بخندونه. فیلم جذاب بعدی هزارپا. هزارپا یکی دیگه از بهترین فیلم‌های کمدی ایرانه که در سال 96 ساخته شد. وجود رضا عطاران و جواد عزتی در این فیلم کافیه تا اونو به عنوان یکی از فوق‌العاده ترین کمدی‌های تاریخ سینمای ایران بشناسیم. ابوالحسن داوودی با این فیلم فوق‌العاده‌اش تونست رکورده فروش رو بشکونه تا هزارپا به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران تبدیل بشه. ماجرای هزارپا از اونجایی شروع میشه که یه خلافکار خورده پا میفهمه یه پرستار ثروتمند در آسایشگاه جانبازان و معلولین نذر کرده با یه جانباز ازدواج کنه. برای همینم سعی میکنه خودشو به عنوان یه جانباز جا بزنه و به این خانم پرستار نزدیک بشه. رضا عطاران به زیبایی هرچه تمامتر با ریاکاری و شوخیای کلامیش نقش این خلافکارو بازی کرده. در کنار بقیه بازیگرا مثل جواد عزتی و سارا بهرامی، لحظات شادی رو به بیننده هدیه میکنه. فیلم اجاره نشین ها. یکی دیگه از بهترین فیلم های کمدی ایرانی فیلم اجاره نشین هاست که در سال 1365 و به دست داریوش مهرجویی ساخته شده. شاید براتون جالب باشه که این فیلم کمدی هنوزم بعد از گذشت 33 سال طرفدارای خاص خودشو داره. حتی اسمش بین 10 تا فیلم برتر سینمای ایران به انتخاب منتقدین هم به چشم میخوره. قصه این فیلم درباره چند تا خانواده است که تو خونه ای زندگی میکنن که وارث اون معلوم نیست. لوله کشی و همه چیه این خونه خرابه. به تعمیرات اساسی نیاز داره. ولی عباس آقا مباشر اونجا که عزت الله انتظامی نقش اونو بازی میکنه بی توجهی میکنه. باعث میشه بلاهای زیادی سر اهالی این خونه بیاد.
همه این کشمکش‌ها و هیجان‌ها باعث میشه تا اجاره نشینا شادی و خنده رو روی لب بیننده بیاره. فیلم بعدی لیلی با من است. فیلم لیلی با من است یکی از بهترین فیلم‌های کمدی سینمای ایرانه. با اینکه یه فیلم کمدیه، اما از بهترین فیلم‌های ژانر دفاع مقدس هم هست. یکی از نکات جالب این فیلم اینه که کمال تبریزی برای اولین بار پا روی خط قرمزه مربوط به فیلم‌های دفاع مقدس گذاشته. تونسته با یه فیلم جنگی مخاطب رو بخندونه. پرویز پرستویی در این فیلم نقش کاراکتر اصلی داستان رو بازی کرده که برخلاف بقیه فیلم‌های این ژانر یه آدم کاملاً ترسوئه و همه ی هدفش از جنگ رفتن، گرفتن وام و ساختن خونه ی نیمه کارشه. جذابیت این فیلم به اینه که این مرد هر چقدر تلاش میکرد تا از خط مقدم دورتر بشه، بیشتر بهش نزدیک میشد. همه ی اینها در کنار هم باعث شد تا مردم با دیدن این فیلم لحظات شادی رو داشته باشن. فیلم آدم برفی. آخرین فیلم کمدی که در این ویدیو میخواییم بهتون معرفی کنیم آدم برفیه که به کارگردانی داوود میرباقری و در سال 73 ساخته شد. این فیلم بعد از 3 سال توقف در سال 76 روی پرده رفت. با استقبال بی نظیری هم مواجه شد. آدم برفی یکی از بهترین فیلمای کمدی ایرانیه. بدون شک چیزی که باعث شده به این عنوان برسه بازی متفاوت اکبر عبدی درونه. در این فیلم مردی به نام عباس خاکبور که همون اکبر عبدیه میخواد ویزای آمریکا بگیره، اما به هیچ روشی موفق نمیشه. برای همینم تصمیم میگیره برای گرفتن ویزا خودش رو به شکل و شمایل یه زن در بیاره و با یه مرد آمریکایی ازدواج کنه. اما ماجرا از اونجایی قشنگ میشه که آقا عباس دلباخته یه زنی میشه که توی هتلشون کار میکنه. این شکلی میشه که تصمیمش رو تغییر میده و در این بین اونقدر اتفاقای جالب و خنددار میفته که به هیچ عنوان خنده از روی لبای بیننده کنار نمیره. در این ویدیو با 6 تا از بهترین فیلمای کمدی ایرانی آشنا شدیم. نظرتون درباره این فیلمایی که معرفی کردیم چیه؟ به همون بگین کدوم یکی از این فیلما رو دیدین؟ کدومو بیشتر دوست داشتین؟ راستی به نظرتون کدوم یکی از فیلمای کمدی میتونه توی این لیست قرار بگیره؟ در پایان ازتون میخوایم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و برای دوستاتون که به فیلمای کمدی هم علاقه مندن بفرستین تا ویدیوی بعدی حسابی بخندین.